و ما خبری از اروپا بلژیک در تلاش است تا افرادگرایی را در این کشور کنترل کند با افزایش تروریسم و افرادگرایی در بلژیک و از زمان حملات تروریستی به فرودگاه و متروی بروکسل در سال 2016 دولت و نهادهای امنیتی و یک کمیسیون پارلمانی بلژیک در تلاش هستند تا دلایل نفوذ افرادگرایی در این کشور را مشخص کنند به گزارش اکونومیست اخیرا سیاستمداران بلژیکی به جای تمرکز بر مساجد کوچک که عمدتا محل استفاده مهاجران هستند توجه خود را به قدیمی ترین و بزرگترین مسجد پایتخت معطوف کردند در سال 1967 میلادی پادشاه بلژیک به طور رسمی به همتای سعودی خود ملک فیصل زمینی را اهدا کرد که بعدها به مسجد بزرگ و مرکز اسلامی اصلی شهر بروکسل تبدیل شد در این مسجد که برخی دیپلمات ها در آن نماز می خواندند افرادی به دین اسلام وارد می شوند و آموزش های دینی دریافت می کنند در سالهای اخیر از میان افرادی که در این مکان تحصیل کرده اند، تعدادی به تروریست تبدیل شدند بر اساس این گزارش این مسئله سبب شده که هیئت تحقیقاتی بلژیک متشکل از طیفی متنوع از سیاستمداران این کشور به این نتیجه برسند که مسجد بزرگ بروکسل باید از نظارت و مالکیت سعودی ها خارج شود تئو فرانکن وزیر مهاجرت بلژیک نیز اعلام کرده است که تصمیم دارد امام جماعت اصلی این مسجد را به دلیل سلفی بودن و تبلیغ افکار سلفی از این کشور اخراج کند گفته می شود از آنجا که اکثر مسلمانان بلژیک را ترکیه تبارها و مراکشی تبارها تشکیل می دهند، مقامات بلژیکی در صدد هستند که از این کشورها برای نظارت بر مساجد خود استفاده کنند. در حدود یک میلیون مسلمان در بلژیک زندگی می کنند و بیش از 300 مسجد در سرتاسر سر این کشور وجود دارد.